میشناسم. حال شما چطوره؟ خوبی؟ خانم برای صابری ببین، من الان گیر آوردم و میخوام حرف بزنم. ببین الان کجاییم؟ یعنی چیکارن ازتون فیلم میگیرن؟ نه چه تاریخیه؟ چه تاریخیه؟ جمعه چندم دی هست؟ چهارم دی. شما کار هنری را از کی شروع کردی؟ دیزل. شما شکم مادرم. ها؟ از شکم مادرم. سیگاری نیست که. اومدی بیرون و اومدیم شروع کردیم. مثل بار ساخته بودن که بیار تو کارهای هنری. ببینه درس کجا خوندی؟ درسم متوسطه رو تا مثلا مثلا تهران، بعدش هم پاریس. پاریس کجا بودی؟ کجا بودم؟ پاریس بودم. کدوم مدرسه؟ تو مدرسه بودم، مدرسه سویلیه بود، اصلا اسمم یادم نمیاد. دبیرستان بعدم رفتم. مدرسه یعنی دبیرستان پاریس بودی؟ بله من دیپلم از پاریس. دیپلم اونجا گرفتی؟ بعد که دانشگاه رفتی؟ بعدش هم رفتم مدرسه چی؟ سینماتوگرافی بوژیرار. بوژیرار بله میدونم. بله خوب میشناسم. بوژیرار بودم دیگه. بعد چی خوندی توی مدرسه سینمایی؟ نه چیه سینما رو خوندی؟ کوکولی بس برام. یه چیز گذاشتن کارای تکنیک و بیشتر به هر حال رمز و راز سینما رو خوندی. ببین هیستوار سینما بود بیشتر یا نه تکنولوژی سینما بود یا تاریخ سینما؟ تکنولوژی بود، یعنی ما با کامرا کار میکردیم. نمیتونم یه جوری بود دیگه. بعد دوستایی که اونجا همکلاسی داشتی پیش کدوم مشهور شدن کارهای بکنن؟ یکی دوتاشون مشهور شدن که یکیشون هم بازیگر این هم آخر شدیدم عکسشون رو روزنامه دیدم. ایرونی هم همکلاس داشتی؟ داشتم، یه دونه ایرونی داشتم که متاسفانه نتونست دوام بیاره به دیسیپلین مدرسه رو، چون هر سه ماه یه مرتبه بچه ها رو سرند میکردن، کسایی که نمیتونستن خودشون تطبیق بدن با دیسیپلین مدرسه. چطور اون دوره خیلی برای فرانسه سینما مهم بود، ایدک و فلان داره همه اصلا مد شده بود؟ آره ایدک بود و بوژیرار، دو تا مثلا آره. بیشتر نبود بله. بوژیرار بود، یکم ایدک بود. مثلا ایدک رو خیلی ازش تعریف میکردن به خاطر نوگرایش میگفتن. ایدک که مفهومش مدرسه آدم و هنرمند نمیکنه، میدونم فقط راه بهش نشون میده. آه. راه نشون میده برو. ایدک بیشتر چه میدونم یه جوری تاریخ سینما مثلا خوب بود. ایدک یکی از بهترین مدارس بود. بهترین مدارس بود به نظرم به خاطر نوگراییش. نوگرایی داشت و بعدش هم اسمش افتاده بود زبون. بوژیرار هم همینجور بود. خیلی سخت بود چون به جوری مدارس بود. بله. یعنی میرفتی جزء اکولای سوپریور بود. بله. اکول سوپریور بود اینا. بعد ردتون میکردن اگه نمیتونستید دیسیپلینش رو قبول کنی و با اون دیسیپلین راه بری. خب تو مال این کار نیستی برو. من یادم روز اولی که ما رفتیم اونجا به ما یکی دونه جارو دادن، گفتم برین استودیو رو تمیز کنیم. من پسری که الان اسمش رو نمیخوام بیارم روز ایرانی بود، من خانم صاحب جارو دست دنگی بیام برای که بعد میرم میگم برازم من جارو. یعنی کاری که اون مدرسه داشت با ما میکرد مثل بزار بود دیگه، میخواست همه چیز رو شما بشناسید. برای میگم تو اگه اینا نشناسید نمیتونی دستور به فلان کارگرت بدی به فلان کار رو بکنی. واقعا ما اولش با جارو کشی بعد میگفتم برو بالا پروژکتور رو تمیز کن. اون واقعا من خیلی سریع میرفتم بیرون رفتم تمیز میکردیم، باید بمونم پروژکتور رو در میآوردیم به مدرسه جا میکردیم. این یک کارهایی بود که احتمالاً از کارگردانی آدم یاد میداد، ولی یاد میداد چه رفتاری باید داشته باشی به عنوان کسی که میخواد کارگردان بشه. من ببین شما جوان بودی رفتی، یعنی فرهنگ ایران رو درست نگرفته بودی. بچه تو شما یه رجعت به فرهنگ ایران میکنی؟ ببینید نداشتم، چون هنوز من 12 سال رو میگفتم فرهنگ 12 سال هنوز فرم چیز رو نگرفتم، ولی وابستگی مثل که از شما از شکم پاسدم وابستگی با من هم حالا میشتاختم و وقتی اونجا که رفتم برای که بخوام مثلا زبان فارسی یاد بگیرم رفتم مدرسه حسن شرقیه.
زیر نظر پروفسور مانی نسته. مانی؟ نسته. اونجا رفتم به هر حال اینجوری دنبال رشته های خودم هم میرفتم. خیلی تو موزه این دوگیه من خوندیم بشتم.
کم داره و اون زبان فارسی بود و فرهنگ وقتی انقلاب شد کاشانگوی همین دیگه تاس وجود نداشت. چند سالی من شروع کردم به ادبیات ایران رو یاوردن و دیدم که اون چیزی که دنبالش میگشتم همینه. پس پیدا کردی؟ پیدا کردم و اون دیدم کجا پیدا کردم. شبای شعری که آقای اخوان سالس چیزی میگرم من میدیدم اشعار ایران، اشعار فارسی چقدر مایه دراماتیک داره. یعنی اینا شعر میخوندن، بعد موسیقی میزدن، بعد میرسیدن، همه این کار رو میکردن، این راه منو منشون یاد گرفتم چه من اینطوری که احساس میکنم شما جز معدود آرتیست هایی هستی که حرف ریال برای گفتن نداری، حرف ریال برای آدم برای گفتن نداری، انقلابی فلان اینا نیستی، یعنی بیشتر یه حال یه مایه خیلی عرفانی و این چیزی داری. حرف انقلابی رو همین شعران زدن دیگه کی انقلابی تر از نمیخوا بگیم حالا برمی کنم همه اینو گفتن دیگه کی بیشتر از سعدی؟ ها نه سعدی کی بیشتر از حافظ؟ کی بیشتر از مولانا؟ همین یه قسمت چون گفته دیگه قوی هم گفتن دفعه خیلی خوشحال شدم من هم همین یه دفعه که بگو کجا هستیم چه تاریخیه؟ خانم گفت 20 و خانم بپرسید خانم گفتین چی؟ امروز چند دومه؟ چهار دی 1394. خیلی متشکرم قربان شما.